ما قبل از که بریم خونه تصمیم گرفتیم که بیم الدی ببینیم که چه آفرا چه دیدای امروز داره. من خیلی دوست داشتم که بوقلمون بگیریم ولی اصلا بوقلمون رو جارو کرده بودم برده بودم و اصلا بوقلمون رو تخفیف دارم پیدا نکردیم. بعد خلاصه ولی من به جاش امروز این شیر اگناب رو گرفتم. این شیر خیلی خوشمزه است، خیلی تم کریسمسی داره، یعنی هم یکی از رسمایی که برای کریسمس هست از این شیره اگناگ میگیرن گرم میکنن و میخورن یا حالا فیلم تنها در خانه و اینا رو میبینن. خلاصه یه رسم شده دیگه. بعد من خیلی دوست دارم این مدل شیر رو، میرم خونه گرم میکنم با هم دیگه یه ریویو روش بریم، با ما همراه باشید. این شیر هم قیمتش $3.80 بود و 1/2 گالونه، نزدیک 1 لیتر بوده. دوستان نظرینم، ما شیر رو از فروشگاه آلدی گرفتیم، شیر اگناگ هستش و الان میخوام تستش کنم. خیلی خوشبوه، بوی شیرینی میده، شاید انگار که مثلا بوی نوخامه‌ای میده، شاید خامه‌ایه، بوش شیرینی میده و خیلی خوشبوه و یه ذرم بوی یه چیزای صنعتی رو میده، مثلا artificial flavors یا مثلا طعم دهنده های صنعتی، ولی خب خوشبوه. این شیر اگناگ شیری هستش که تو کریسمس خیلی پاپیلره، مردم خیلی اینجا دوست دارن میخورن و جز پذیرایی کریسمسشون هست و خیلی دوست داشتنی، ترادیشن سنتی، یعنی یکی از سنتاشون خوردن شیر اگناگ تو مهمونی کریسمسشون و خالی از لطف نیستش که توی هر ایام کریسمسی ما شیر اگناگ رو امتحان کنیم، ویدیوش رو تو کانال قرار بدیم. الان 2/3 دسامبر و دیگه اینجا همه چی کریسمسی و ما هم که رفتیم کلی خرید کردیم و اینا، فراموش نکنید که ولاگ خریدمون رو حتما ببینید. خب خیلی خوشمزه است این شیر، مزه این اصلا یه فراتر از شیره، بیشتر یه دسر. مثلا همین شیر رو اگه بذارید تو قالبای یخ، بذارید تو فریزر، قشن مامان بستنی میشه خوردتش، یه مثلا یه چیز خونک اینجوری باحال. این کلا خیلی شیرین و خوشمزه است، مزه جوز قند میده، مزه شیر میده، خامه، شکر و خب یکم هم طعم دهنده های صنعتیه که من نمیدونم اونا دقیقا چیه، ولی خیلی شیر رو خوشمزه کرد، خیلی دوست داشتنیه. من توصیه میکنم که امتحانش کنید. هم از شیر اگناگ. حالا ما با این شیر اگناگ این موکای خوشمزه رو درست کردیم، خیلی عالی شده، شکلش خیلی خوشگله. من از این دریزلای موکا یا همین سس موکا دور این فنجون ریختم، روش ویپ کریم ریختم، دوباره از سس موکا روش ریختم و با این شیر اگناگ درست کردم. این بسیار درینک کریسمسی یا نوشیدنی کریسمسی هسته. شما بخواید بهت استارباکس اینو سفارش بدید، بعد 6-7 دلار پول بدید بابت این، ولی خب ما تو خونه درست کردیم با رسیپی خودم که بسیار عالی شده. نه خیلی شیرینه که دل آدمو بزنه، نه اینکه خیلی به خاطر قهوه خیلی تلخه، کاملا همه چیش اندازه بود و توصیه میکنم که با این رسیپی این موکای خوشمزه رو درست کنید. اگر دوست دارید بدونید موکا چی هست، در حقیقت لاته یه که توش سس شکلات استفاده شده. حالا لاته چیه؟ لاته مخلوط قهوه و شیره. خلاصه بریم با هم امتحانش کنیم. وای معرکه شده، با این شیر اگناگ درست کردم، خیلی خوشمزه شده. یعنی نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی از اون چیزایی که ما تو استارباکس درست میکنیم خوشمزه سر شده و خیلی سالمه، چون همه چیزش هوم‌مید، خونگیه و سالمه. به جای شیر اگناگ از شیر کمچرب، پرچرب، 2% چربی یا هر شیر دیگه‌ای که بخوای میتونید استفاده کنید، یا شیرهای ناندیری مثل آمون میلک، مثل کوکونات، یعنی شیر نارگیل، شیر بادوم،
و شیر سویا میتونید برای تهیه این موکای خوشمزه درست کنید. هر کدومی زیبایی و قشنگی خودشو داره. من توصیه میکنم باش شیر سویا درست کنید، خیلی عالی میشه. و ویپ کریم هم که داره و شیرینیش هم خیلی اندازه بود، من خیلی دقت کردم، نه خیلی شیرینی که دل بزنه و نه خیلی هم تلخه. اگر که دوست ندارید که قهوه توش استفاده کنید، میتونید خیلی راحت قهوه رو حذف کنید، فقط شیر و سس شکلات و ویپ کریم روش باشه، خامه زده شده باشه و اینجوری هات چاکلت به شما میده. پس فرق هات چاکلت و موکا چیه؟ موکایی که قهوه نداره هات چاکلت میشه. دوستای نازنینم، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، این موکا رو درست کنید و از نتون میشه جان کنید. امیدوارم که از ولگ ما هم لذت برده باشید. اگر که اینطور بود ویدیو رو لایک کن، لینکش رو با دوستان هاشت به اشتراک بگذارم، ما رو به اونها معرفی کن. سوالات و نظراتتون حتما لطفا در بخش کامنت برای من بنویس و مرسی که با ما همراه هستید.